بینندگان عزیز سلام، به تلویزیون مردم خوش آمدید. برنامه کانون آوا جمعه 23 ماه می 2014 و برابر با دوم خرداد ماه 1393. بسیار خوشحالم که باز هم فرصتی پیش آمد تا با آقای مسعود جابانی باشیم از هلند، شخصی که سالهای سال با مجاهدین بوده، بعد تصمیم گرفته جدا شده، رفته تحقیق کرده، درس خونده، درسش رو ادامه داده، نویسنده و کارشناس هست در امور فرقه و امروز از هلند برای ما صحبت میکنن. بگن مجاهدین به کجا میرن، آینده مجاهدین چیه. من هم مثل شما بینندگان عزیز مینشینم پای صحبتهای ایشون. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید، لطف کنید با فیسبوک، با وبسایت، با ایمیل، با تلفن، انقدر دیگه وسیله هست که آدم نمیدونه از کدومش استفاده کنه، تماس بگیرید، پرسشتون رو مطرح کنید، نظرتون رو بگید. این دوستان یا در همین برنامه پاسخ میدن یا در برنامه‌های آینده. پس همگی با هم بریم بشینیم پای صحبت آقای مسعود جابانی از هلند. سلام به شما، خوش آمدید، بفرمایید. صحبتی که بود در رابطه با این بود که مجاهدین به کجا میرن، آینده مجاهدین به کجا خواهد انجامید. این صحبتی بود که میخواستیم انجام بدیم. در واقع قبل از صحبتام این مسئله رو مطرح کردم که من هیچ گونه نظر خصمانه‌ای با مجاهدین ندارم. ما در اصل پیوندهای عاطفی خیلی زیادی با بچه‌هایی که تو روابط هستن و یا به نوعی خلاصه از صحنه خارج شدن یا از بین رفتن یا به نوعی پاسیف شدن و حل شدن توی جامعه و به نوعی دنبال زندگی خودشون رفتن، ارتباطشون قطع شده. میخوام بگم که من هیچ گونه نظر خصمانه دشمنانه در این رابطه ندارم. چیزی که هستش روابط بسیار عمیقی هستش که بچه‌های مختلف، بچه‌های جدا شده یا کسانی که کار سیاسی در آن می‌کنند، به نوعی احساس می‌کنند که رابطه‌ای دارن با بچه‌هایی که در لیبرتی هستند و در مناسبات مجاهدین فعلا اسیر هستند. خب اون چیزی که وجود داره برای من واقعا پیوند عاطفی است، به خاطری که خب به هر حال خودم در مناسبات بودم، بچه‌های خیلی زیادی رو می‌شناسم که صادقانه وارد این مناسبات هستن، در این مناسبات هستن، عمرشون رو گذاشتن، سنشون رو گذاشتن، موی سرشون همه سفید شده، خانوادهشون رو در این رابطه از دست دادن و به هر حال جوونیشون رو. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که فعالیتی که انجام میشه یا صحبتی که من میکنم فقط به فقط در جهت خدمتگذاری هست، در جهت این هستش که بشه کاری کرد حتی با بچه‌هایی که در مناسبات هستن، تا بتونیم بچه‌هایی که در مناسبات لیبرتی فعلا اسیر هستن نجات بدیم. یک زمانی بود که خلاصه مجاهدین میگفتن که بچه‌هایی که تو اشرف هستن یا در لیبرتی، اینا میخوان ایران را آزاد کنن. الان همه مردم ایران و تمام فعالین حقوق بشر، بچه‌های جدا شده، پدر مادرها، همه جمع شدن که اینا رو نجات بدن. خب این مسئله باعث میشه که یه سری از توهمات به وجود بیاد که چرا انرژی گذاشته میشه که بچه‌ها آزاد بشن، باید انرژی گذاشته بشه که رژیم جمهوری اسلامی فشار بیاد روش. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی با تمام اون به اصطلاح فاکتایی که داره، اعدامایی که انجام میده، فشاره که رو مردم میاره، به اندازه کافی فکر میکنم که غیر مردمی بودن خودشو نشون داده. به هر حال مردم خودشون میدونن که چجوری برخورد کنن با این مسئله. منتها مشکلی که هستش اینه که مجاهدین همیشه سعی کردن که قیم مردم باشن و به جای اونا صحبت میکنن. این چیزی هستش که سالهای سال مردم ایران رو خصوصا اپوزیسیون رو رنج میده و مردم رو باعث میشه که پاسیو بشن در رابطه با دیدگاهی که نسبت به اصطلاح جمهوری اسلامی داره. منظورتون یعنی بی تفاوت بشن و پاسیو بشن. دقیقاً اون چیزی که من میخوام امروز بگم اینه که
میخوام با همدیگه یک سفری داشته باشیم به تولد مجاهدین بعد از جنبشایی که در زمان شاه، در زمان مصدق سرکوب شد، توده‌ای‌هایی که او زمان بودن، جنبشایی که شکل گرفته بود، سرکوبایی که او زمان توسط ساواک و نیروهای شاه اون زمان صورت گرفت. تولد مجاهدین رو میخوام از اونجا با همدیگه ببینیم که در چه شرایطی، در چه بستر تاریخی اینا متولد شدن و تا الان یه بررسی بکنیم، چون که بررسی مقطعی در رابطه با مجاهدین فکر میکنم که یه سری سوءتفاهم‌هایی به وجود بیاره، ولی وقتی که ما اینا رو بتونیم در بستر تاریخ بررسی بکنیم میتونیم ببینیم که از کجا شروع کردن و به کجا خواهند رفت. بنابراین مجاهدین به کجا میروند، از اینجا شروع میشه که مجاهدین از کجا آمدند. خب بعد از همینجور که گفتم، بعد از جنبشایی که سرکوب شد زمان مصدق و توده‌ای‌هایی که به هر حال اون زمان بسیار اکتیو بودن و قوی ترین حزب اون زمان رو تشکیل میدادن، توسط نیروی شاه سرکوب شدن و اینا اصلا نتونستن با همدیگه به اصطلاح نیروهای حزب توده و نیروهای ملیگرا با هم بتونن ائتلاف تشکیل بدن و اون زمان بتونن به اصطلاح پایگاه خودشون رو تقویت کنن و از پس نیروهای شاه بر بیان. برحال بعد از اون جریان نهضت آزادی شکل گرفت، نهضت آزادی که اون زمان با ورود آقای توسط آقای طالقانی، آقای مهدی بازرگان و سامی و تعداد دیگری از نیروهای جبهه ملی اون زمان شکل گرفته بود، اینا سعی کردن که یک ارگانیزاسی، یک سازمانی تشکیل بدن و پیش برن. در این رابطه اکثرا هم نیروهای در اصل ملی مذهبی بودن و تونسته بودن که به شکلی توی جامعه جا داشته باشن، پایگاه مردمی داشته باشن، هر کدوم به شکلی با مردم در ارتباط بودن. یه تعداد مثل آقای طالقانی از طریق مسجد، مسجدها، و یه تعداد مثل آقای مهدی بازرگان از طریق حوزه های دانشگاهی و تعداد دیگری که به اصطلاح در دانشگاه ها نفوذ بیشتری داشتن، تونسته بودن یه سری از روشنفکرها رو به دور خودشون جمع کنن. حتی دانشگاه ملی اون زمان، دانشگاه شریف، اینها تعداد خیلی زیادی بودن که تونسته بودن نیروهای مبارز و اکتیوی رو جلب کنن علیه امپریالیسم که او زمان به اصطلاح براشون خیلی مهم بود، چون به هر حال مبارزه که شکل میگیره یک دشمنی میخواد. دشمن اون زمان امپریالیسم که بود، که میگفتن شاه هم به اصطلاح داره تمام اهداف اون رو پیش میبره. اون چیزی هستش که به هر حال در تمام نیروهایی که وجود دارن، نیروی مبارز همیشه شکل میگیره، داشتن یک دشمن. به هر حال بعد از یک مدتی حنیف نژاد که داخل نهضت ملی بود، بعد از یک مدتی تشخیص میده که این شکل مبارزه که داره به این صورت پیش میره توسط آقای طالقانی، آقای مهدی بازرگان که در اصل ایدئولوگ این نهضت ملی بودن، قابل به اصطلاح این نیستش که، قابلیت اینو نداره که با نیروهای شاه، با ساواک در بیفته و بتونه اهدافی رو که دارن دنبال کنه. اینجا بود که حنیف نژاد از نهضت ملی جدا میشه و گروهی تشکیل میده با عسکری و با بدیزادگان و تعداد دیگری که در اصل نسل اول مجاهدین رو تشکیل میدن و اینها خصوصا آقای حنیف نژاد که ایدئولوگ مجاهدین بوده، میاد قرآن و نهج البلاغه رو با همدیگر به اصطلاح به مدت دو سال بررسی میکنن و اینا رو فرمولش میکنن و یک کتاب از توش در میاد به نام شناخت.
کتابی که بعداً توی سازمان کاملاً ممنوع شده بود، همون اوایل انقلاب هم ممنوع شد و دیگه کسی اجازه نداشت اونو بخونه، که بعداً آقای مسعود رجوی همین کتاب شناخت رو ازش استفاده کرد به عنوان مبنا و اسمش رو تبیین جهان گذاشت که در 15 جلد چاپ شد. اونم بعد از مدتی دو مرتبه جمع شد و دیگه کسی اجازه نداشت که از همون هم استفاده کنه، چون که برحال اینا توی یک دورای مشخصی کاربرد داشتن. حالا به هر حال یا تناقضای زیادی داشت که نمیخواست که در این رابطه مورد سوء استفاده مثلا قرار بگیرن. به هر حال حنیف نژاد بعد از یک مدتی از طریق کتاب شناخت و تشکلی که به وجود آورده بود تونست که تعداد خیلی زیادی از نیروهای جوان ملیگرا ملی مذهبی رو به خودش جذب کنه. جالب اینجا بود که همون زمان آقای محمود عسکری زاده و خیلی از نیروهای دیگر هر کدوم اینها به اصطلاح مأموریت داشتن که تو جامعه برن و ببینن که جامعه به چه چیزایی نیاز داره. همون زمان بود که کتاب اقتصاد به زبان ساده چاپ شد که برای نیروهای داخلی خودشون بود و اون زمان میخواستن ببینن که به هر حال به صورت خیلی ساده استثمار توضیح داده شده بود که چجوری هست و امپریالیسم اون زمان که در موردش صحبت میشد چجوری حق به صراح خلقهای تحت ستم خودشو استثمار میکنه و مردم تحت فشار قرار میده. به هر حال به این شکل پیش رفت سازمان تا زمانی که به هر حال همشون اکثرشون دستگیر شدن کادر مرکزی. و اون زمان اون مسئله که من باید مطرح کنم این بود که همون زمان هدف مجاهدین، هدف حنیف نژاد این بود که به اصطلاح شکلی از کادر همه جانبه تشکیل بشه از طرف نیروهای سازمان. سازمان اون زمان 16 نفر از کادر اصلی خودش رو انتخاب کرده بود و اینا رو به عنوان سمبول قرار داده بود که اکثر اینا به اصطلاح ارتباط خانوادگی هم با هم داشتن، بسیاری از اینا با هم دیگر ازدواج کرده بودن و ارتباط قرابت فامیلی هم با هم داشتن که نمونهش یکی از نمونهاش به اصطلاح آقای بازرگان بود که در مشهد بود و بسیاری دیگر که تو نسل بعدی که مشاهده میکنیم که آقای رجوی تو نسل بعدی هستش، آقای پرویز یعقوبی مثلا که با خانم مینا ربیعی ازدواج کرده بود، خانم اشرف ربیعی هم که خب با مسعود رجوی ازدواج کرده و یه سری روابط فامیلی هم بین این کادر وجود داشت که ارتباط اینا رو تنگاتنگ تر میکرد. منتها چیزی که وجود داشت که میخواستم از اول بگم این مسئله بود که از اول به این نقطه رسیده بودن که مبارزه مسلحانه مبنای کارشون رو قرار داده بودن و در این رابطه بسیاری از روابط اجتماعیشون تحت تاثیر دیدگاه مبارزه مسلحانه قرار گرفته بود و خونه‌های تیمی باعث میشد که اونا بسیار بسیار محدود بشن، محدودیت پیدا کنن در ارتباط با مردم و این خودش باعث میشد که نقاط کوری تو ذهنشون شکل بگیره، به این صورت که به هر حال خواسته ها و نیازهای مردم رو به اون صورتی که بود نمیتونستن برداشت کنن. برداشتشون فقط یک جانبه بود و همه کانالیزه شده به سمت دشمن اصلی که اون زمان به اصطلاح شاه بود و میخواستن در این رابطه باش مبارزه کنن، که به هر حال شکل مبارزشون هم به این صورت بود که بسیاری از مستشاره آمریکایی تو اون زمان توسط مجاهدین اعدام شدن، ترور شدن در اصل، و اون زمان جشنهای 2500 ساله بود که رژیم شاه میخواست ایران رو مطرح بکنه و سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده بود که سازمان اینا رو به اصطلاح انگوش گذاشت روش و چندین نقطه فعال جشن 2500 ساله رو منفجر کرد و سعی میکرد که تو این رابطه نظر کشورهای مختلف رو جلب بکنه و به هر حال ابراز قدرت بکنه، چون ترور به هر حال یکی از اهدافش نشون دادن
ایجاد روبه وحشت. دوم قسمت دومش هم اینه که بتونه نظر جراید و به اصطلاح نشریات و رسانه ها رو جلب کنه تا بتونه اهداف خودش رو برای مردم تئوریزه کنه و مطرحش بکنه. برای یک مجموعه بود که قبل از به اصطلاح انقلاب، قبل از جمهوری اسلامی، به وجود اومدن جمهوری اسلامی، در رابطه با مجاهدین میخواستم بگم که این مسائلی که مطرح بود قبل از جمهوری اسلامی در داخل زندان هم بسیار قابل به اصطلاح انگوش گذاشتنه. باید نگاه کنیم روش، ببینیم که مجاهدین همون زمان با نیروهای خودشون در داخل زندان هم چه رفتاری داشتن. به هر حال ما میبینیم که در داخل زندان هم ترورهای شکل میگیره، علارغم فشارهایی که ساواک روی نیروهای سازمان میآورد و به هر حال اونا رو محدود میکرد، خود مجاهدین هم به خاطر حذف نیروهای خودشون مثلا مجید شریف واقفی از دستی کمی از ساواک نداشتن و فشارهای خیلی زیادی رو روی نیروهای خودشون می آوردن. آقای مجید شریف واقفی ترور میشه، تقیه شهرام که از درون مجاهدین انشعاب میکنه پیکار رو میسازه و کم کم دو مرتبه تعادل قوا به هم میخوره و سازمان فرو میپاشه در داخل زندان، به این صورت که بسیاری از نیروهای اصیل مجاهدین مثل محمد یعنی نژاد و بسیاری دیگر اعدام میشن و نسل بعدی که مثلا آقای مسعود رجوی هست در داخل زندان، یک جوان 21 ساله شکل میگیره و با توجه به نبوغی که داشته، با توجه به اینکه سخنران خیلی خوبی بوده، میتونسته خیلی از مسائل تئوریزه بکنه، مورد توجه قرار میگیره و به تدریج با توجه به شرایط آزادی هم که اون زمان داخل زندان بوده که قابل مقایسه اصلا با این زمان نیست، میتونه یک مناسباتی تشکیل بده و تعدادی از بچه‌هایی رو که تو نسل بعدی به اصطلاح مال مجاهدین بودن قبل از 22 بهمن، اینا رو بتونه یک سازمانکار براشون تشکیل بده. این مسائلی بود که در اون زمان در داخل زندان شکل میگیره و آقای رجوی در اصل انتخاب میشه به خاطر اون به اصطلاح پتانسیلی که داشته در رابطه با تصمیم گیری، در رابطه با هوشی که داشته، در رابطه با این به اصطلاح سخنور خوبی بوده، میتونسته خیلی از مسائل رو راحت تر تئوریزه بکنه. ولی جالب اینجاست که ببینیم خب یک جوان 21 ساله که داخل زندان هست، بعد از که میاد بیرون، موقعی که از زندان بیرون میاد، چه توهمی داشته، چه برداشتی داشته از جامعه ایران. یک جوان 21 ساله الان توی جوامع اروپا یا آمریکا یا کشور، حتی کشور خودمون، به عنوان کسی که تازه مبنای کارش هست باید بسیار تجربه کسب کنه، درس بخونه، وارد جامعه بشه، بسیاری از مسائل رو حس بکنه و درک درستی از شرایط داشته باشه، همیشه مطرح است، نه اینکه خواسته باشه تصمیم گیرنده باشه و بتونه به اصطلاح یک جامعه رو، جامعه‌ای که در حال تنش وحشتناکی بود خصوصا بعد از 22 بهمن و جابجایی قدرت از رژیم سلطنتی که تقریبا قابل مقایسه هستش با غرب و تمام اون نرم‌هایی که اون زمان بوده، یه دفعه تغییر پیدا بکنه، به صورت دیگری در بیان و اسلامی بشه و یا دچار تغییر و تحول تنش خیلی زیادی بشه. به هر حال جامعهمون متحول بود در اون زمان، در به اصطلاح زمان تغییر رژیم و اون زمان مجاهدین فقط داخل زندان بودن و خارج از زندان تعداد خیلی کم مونده بودن که میتونستن او رابطه رو با مجاهدین داخل زندان برقرار کنن. اگه بخوام الان یه مقایسه کوتاهی بکنم با بچه هایی که درون زندان بودن از سال 60 به بعد تا سال 67، روابط بچه های مجاهدین داخل زندان بسیار بسیار محدود بود. بچه هایی که از زندان می اومدن می گفتن که
همه زندانیای ما رو گروه‌های سیاسی دیگه با هم دیگه مشورت میکنن، صحبت میکنن، اگه امکانش داشته باشن به حرفای هم دیگه گوش میدن و با هم دیگه تنظیم رابطه میتونن بکنن. ولی مجاهدین از اول با سیستمی که سیستم فکری که به وجود اومده بود درشون، با هیچ کس مشورت نمیکردن و فرقشون با بقیه زندانیایی بود که منتظر بودن که داخل زندان هم یه دستوری بهشون داده بشه، کسی به اونا چیزی بگه تا انجام بدن. این خودش نشون میده که یه سری مبانی فرهنگی اجتماعی در همون زمان شکل گرفته بوده، نوع برخورد، نوع ولایتمداری و دنبال به اصطلاح این باشن که فرمانی بهشون داده بشه، سبک فرقه پادگانی تا بتونن یک عکس العملی نشون بدن، یک حرکتی بکنن و پیش برن. به هر حال این سبک کار و این سبک بینش باعث شده بود که بسیاری از بچه‌ای که داخل زندان بودن از روابط بیرون، از تحولاتی که بیرون از جامعه بود دور بودن و چیز رو نمیتونستن حلاجی کنن، تحلیل درستی داشته باشن. همینجور که الان هم هستش به نظر من، بدونی که اغماز بخوام بکنم، بسیاری از نیروهای دیگر سیاسی بهتر میتونن تحلیل بکنن و بچه‌هایی که میخواستن تحلیل بکنن باید حد تحلیلشون در کادر تئوریزه کردن فرمان رهبری باشه، یعنی دقیقاً آن کادر شده بود، کانالیزه شده بود. اصلا اول هم همینجور بود تا اینکه خب شدیدتر و شدیدتر شد تا تو بستر تاریخ وقتی که میایم وارد روابط و مناسبات بسته اشرف میشیم، میبینیم دیگه اونجا دیگه شدت و عدتش خیلی زیاد میشه و دیگه حتی انتقاد، حتی صحبتی که بین بچه‌ها رد و بدل میشه هم کاملا کنترل شده است. برای من یک دو مرتبه برگردم به روابطی که تو زندان بود، بچه‌هایی که تو زندان بودن به هر حال روابطشون بسیار محدود بود. اونجا دیگه حتی بچه‌ای که سال 61 تو زندان بودن دیگه اصلا رابطه‌ای با استراتژی سازمان نداشتن، اصلا نمی‌دونستن دیگه سازمان چه اهدافی رو داره پیش می‌بره که بپذیرن که درست هست یا نیست، یا به هر حال انتقاد بکنن یا بپذیرن. اصلا دیگه کلن ارتباطشون قطع بود. این که سال 67 ما بعد از حمله فرو میبینیم که رژیم دنبال باونه میگرده و صدها نفر رو به جوخه اعدام میسپاره، به خاطری که اینجوری احساس میکرد که بچه‌ای که از زندان میان بیرون بسیاری از اونا وصل مجاهدین میشن و دو مرتبه به اصطلاح برای رژیم مشکل ساز میشن. البته این همش باونه بود، باونه‌ای که مجاهدین به دست جمهوری اسلامی داد تا بعد از قتل عام سال 60 دو مرتبه سال 67 هم بتونه تعداد خیلی زیادی رو از بین ببره. که من این وسط فکر میکنم که کسی که خب تو جبهه هستش می جنگه، از بین میره، اسلحه داره، تو فضای آزاد هست، خب اونا برحال خودشون انتخاب خودشونو کردن. ولی کسی که زیر دست و پای رژیم جمهوری اسلامی بود، بچه‌ای که تو زندان بودن، حتی بچه‌ای که اصلا هیچ ربطی هم به مجاهدین نداشتن، ولی رژیم تشخیص میداد که اینا باید تصفیه بشن و همین با اونا رو از بین برد. کسانی که حتی از 3 ساعت مرخصی برگردونده شدن و از بین رفتن. برحال این مسئله همیشه باقی خواهد موند، درد وحشتناکی هستش که به اصطلاح زخم بزرگی هست که بسیاری از خانواده های مجاهدین و مبارزین، کسانی که اون زمان به اصطلاح دستی در آتش داشتن، دارن این زخم رو. به هر حال ما سعی میکنیم که بدون اغماز از هر طرفی که مسئله صورت میگیره مسئله رو به اصطلاح تحقیقی بررسی کنیم تا بتونیم به گوشه های تاریخ این نسل سوخته و از بین رفته بهتر نگاه کنیم. به هر حال بعد از اینکه 22 بهمن میشه، بسیاری از نیروهایی که خارج زندان بودن، به هر حال منظورم از نیروها سمپاتیزان های سازمان،
نیروی اصلی سازمان را از زندان میارن بیرون، آقای موسی خیابانی و آقای رجبی و بسیاری دیگه نسلی هستن که آقای شاه‌سوندی و بسیاری از کسانی که اون زمان داخل زندان بودن، خب اینا میان بیرون و دیگه صحنه دستشون هست. نیروهای جوان، نیروهایی که مذهبی بودن ولی تن به فرامین آخوندها نمیدادن و دنبال اسلام مدرن میگشتن و میخواستن مدرنیته رو با اسلام با هم دیگه یکیش بکنن و بسیاری از نیروهای سوسیالیست مذهبی، حالا اصلا سوسیالیستی که مذهبی وجود نداره، یعنی به هر حال اینا یک تلفیق شده بود اون زمان، مثل جنبش مسلمانان مبارز، نیروهای آقای شریعتی، دکتر شریعتی، که به هر حال از داخل نیروهای دکتر شریعتی میبینیم که اون زمان به اصطلاح چندی نیروی چپ دیگر هم میاد بیرون، نیروهایی که اون زمان با آقای مطهری در تضاد بودن. آقای مطهری بیشتر فلسفه اسلامی رو دنبالش بود، آقای شریعتی بیشتر اسلام رو تو جامعه داشت بررسی میکرد به صورت اجتماعی. برای اینا در تناقضی که با هم بودن کار میرسید به جایی که به اصطلاح اختلافات درونی سر به اختلافات فیزیکی و درگیری‌های مسلحانه هم میزد. برحال مجاهدین که دنبال گرفتن قدرت بودن، از اول در صحبتهایی که بود از اول به این صورت بود که مشخصا انقلاب مال ماست، انقلاب توسط خمینی روبوده شده و ما دو مرتبه باید پس بگیریم. خب ما قبل از این که به پنج مهر برسیم، اون فجایی که اون زمان بود، میخوام یه سری انقلاب فرهنگی که توسط آقای آیت در دانشگاه صورت گرفت و تصویهایی که اون زمان بود، کتاب سوزانی که اون زمان بود هم مطرح بکنم که در راستای جنبشایی که درون ایران صورت میگرفت، التهابی که داخل ایران بود، دست به دست هم میزد تا بسیاری از خانواده ها، حتی خانواده‌هایی که مذهبی بودن یا نبودن، یک خواهر یا برادر یا به اصطلاح فدایی میشد، مجاهد میشد یا پاسدار میشد. به هر حال درون این خانواده بزرگ ایران یک جنبش و تنش بسیار زیادی به وجود اومده بود تا این مسئله به پنج مهر کشید. سازمان که در نظر داشت به هر شکلی شده قدرت خودش رو ثابت بکنه و جمهوری اسلامی رو از بین ببره، اومد مبارزه مسلحانه رو، البته پنج مهر، یک با تشکیل میلیشیای که تشکیل داده بود، تعداد خیلی زیادی از نیروهای جوان به خیابون کشیده شدن و یادمه که پنج مهر توی بسیاری از شهرها به ویژه مشهد بسیاری از بچهای دانش آموز توسط نیروهای پاسدار و سپاهی و برحال بسیاری توسط نیروهای رادیکال جمهوری اسلامی لط و پار می شدن. اونهای هم با خودشون دشنه و کاتر و تمام این چیزا برداشته بودن به مبارزه و در اصل مبارزه تن به تن تو خیابونا بدونی که ثمری داشته باشه خشونت رو تشدید کرد که تا 30 خرداد به جای رسید که به هر حال مجاهدین آقای رجوی اونجا اعلام مبارزه مسلحانه کرد و بسیاری از نیروهایی که در فضای باز بودن هنوز قدرت به اصطلاح پیدا کردن محلی امنی رو پیدا نکرده بودن و در خیابونا دنبال جا میگشتن، بسیاری از اونا صدها نفر دستگیر شدن و بعد از مدتی توی اون فاجعه های سال بین فاصله بین سال 60 تا 61 بسیاری اعدام شدن که خب هممون با این خبر آشنا هستیم، ولی اون موضوع که هستش فشارهایی که در اون زمان برای خانواده ها می اومد بسیار دردناکتر بود از این چیزی که ما به اصطلاح شاهدش بودیم. سکته ها و به اصطلاح مرگ هایی که به هر حال از ندیدن و از
به اصطلاح فشارهای عصبی که روی خانواده ها پدر مادرهای پیر اومده بود که همه چیزشون از دست داده بودن، اینا دست به دست هم میداد تا جامعه رو بیشتر به تنش بکشونه. به هر حال خب این مسائل رو دنبال میکنیم تا میرسیم به زمانی که آقای مسعود رجوی با آقای بنی صدر از ایران توسط نیروی مجاهدین آقای سرهنگ معزی خارج میشن و بعد از مدتی به هر حال آقای رجوی شورای ملی رو تشکیل میده. خب در اون زمان نیروهای مجاهدین بسیار بسیار با از حمایت های توده‌ای برخوردار بودن، اصلا قابل مقایسه با زمان موجود نبود. به هر حال اون زمان حزب دموکرات بسیاری از نیرو و شخصیت های مترقی که الان هستن شاید به میزان 60-70% از مجاهدین حمایت میکردن که و آرزو داشتن که در یک شورای متحد بتونن با همدیگه همگرایی بکنن و بتونن برنامه مشترکی داشته باشن. برحال این بعد از این مدتی آقای رجوی که خودش مسئول شورای ملی مقاومت بود با توجه به اصطلاح خصلت‌های که در ایشون وجود داره و نمیتونست انتقاد کسی رو بپذیره و کلن با همگرایی و با نقاط مشترک پیدا کردن و پیش رفتن هیچ تناسبی نداره، نتونست که شورا رو حفظ بکنه و تعداد خیلی زیادی از شورا خارج شدن. آقای بنی صدر بود، حزب دموکرات و تعداد خیلی زیادی و کسانی که موندن فقط کسانی بودن که سربازیت آقای رجوی رو قبول کرده بودن و به نوعی ولایت فقیهشون رو پذیرفته بودن و از به اصطلاح به شکلی فقط اهداف ایشون رو پیش می بردن. البته میگم روابط و مناسبات درونی مجاهدین با روابط و مناسباتی که در شورا هست کاملا متفاوته. کسانی که در شورا هستن به نوع دیگری با ایشون برخورد میشه، کسانی که درون مناسبات مجاهدین هستن به شکل دیگری شستشوی مغزی میشن و روزانه تحت فشار قرار میگیرن تا بتونن به اصطلاح اهداف مجاهدین رو پیش ببرن. من قبل از اینکه وارد بحث شستشوی مغزی و ساختار فرقه مجاهدین بشم باید بگم که همون زمانی که آقای رجوی تصمیم گرفت که از فرانسه نیروی خودش رو به عراق اعزام بکنه و در اونجا تشکیل بده و با آقای صدام مذاکره بکنه و با همدیگه کار مشترکی انجام بدن، بسیار از نیرویی که با سازمان بودن خب ازشون جدا شدن و در این رابطه آقای پرویز یعقوبی رو میبینیم که به هر حال به عنوان قدیمی ترین اون عضو مرکزی سازمان نپذیرفت این مسئله رو و آقای بنی صدر هشدار داد که رفتن شما در اونجا سوختن شماست و خب به همه اینا مارک جاسوس و به اصطلاح مرتبط به اونا رو همه رو مرتبط کردن با جمهوری اسلامی و خائن و مزدور و به هر حال با این کلمات میخواستن اونا رو از میدون بیرون کنن که البته بسیاری از نیروی مخالف سازمان هم در اون رابطه تونستن مرعوب این تهمت ها بشن و از صحنه متاسفانه خارج بشن. ما وارد صحنه بعدی به اصطلاح این سناریو یا سناریویی که آقای رجوی ترتیب داده بود ورود به اشرف بود و در اشرف خب جریان فروغ جاویدان است، اینا رو که خب همه چون مدت ها در موردش صحبت شده من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، فقط میخوام بگم که سیاست فرقه گرایی آقای رجوی در اصل سیاستی هستش که سیاست حفظ است و خودش به خوبی میدونه که آینده‌ای در کار نیست و به این ترتیب فقط تمام حرکاتی که انجام میده، تمام تاکتیکایی که به خرج میده در اصل
تاکتیکای فرار به جلوس و بتونه تا بتونه خودشو حفظ کنه. من قبل از اینکه این به اصطلاح وارد این مسئله بشم باید بگم که ساختار فرقه مجاهدین یک شب و دو شبه نبود و ورود مجاهدین و به اصطلاح در ساختار سازی فرقه‌ای یک پروسه دراز مدت بود که همینجور که توضیح دادم در یک پروسه تاریخی در یک بستر تاریخی میاد توی اشرف شکل وحشتناکی به خودش میگیره، به طوری که دیگه نیروهای سازمان، نیروهای به اصطلاح اسیر در روابط و مناسبات سازمان دیگه راه برگشت پیدا نمی کنن. در اونجا اسیر هستن و هر روزه دچار شستشوی مغزی میشن و به اصطلاح بهشون اینجوری تزریق میشه که شون دشمن اصلی شما جمهوری اسلامی است، که خب دشمن بسیاری از نیروهای سیاسی دیگه است، ولی راه روشی که اونا انجام میدن راه روشی هستش که به اصطلاح از طریق تروریسم، از طریق به اصطلاح ترور کودکانه که در سال 60 هم با از بین بردن سرانگشتان رژیم شکل گرفت، به نوعی در اشرف میبینیم که تکرار میشه و مجاهدین در عملیات مختلف مثل عملیات چلچراغ و عملیات های دیگه بسیاری از سربازان ایرانی که فقط میخواستن از مرز خودشون دفاع کنن اونا رو به هر حال در این مبارزه از بین میبرن. دیگه جریان حمله به کردستان و عملیات مشترکی که با صدام هستن برای همه، برای هیچ کس پوشیده نیست و این مسائلی هستش که به تدریج دامن میزنه به اینکه سازمان از اهداف خودش فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک فرقه‌ای که دیگه مسئله رسیدن به هدفش جمهوری اسلامی رو از بین بردن نیست، چون اصلا دیگه جریان مثل مبارزه فیل با فنجون میشه، ولی شکل مبارزه طوری میشه که خود هدف دیگه، خود وسیله هدف میشه، یعنی جنگیدن خودش میشه هدف دیگه. آقای رجوی سالهای سال هستش که با دیدگاه ماکیاولیستی که داره هدفش وسیله رو توجیه میکنه، یعنی بسیاری از قراردادهایی که انجام میده با آمریکا، با اسرائیل و با بسیاری از کشورهای دیگه که زمانی امپریالیسم خونده میشدن اون زمان و دشمن اصلی بودن، یه دفعه دیگه هیچ وقت دشمن اصلی نیستن و دوست اونا به شمار میرن و فقط به فقط جریان به اصطلاح جنگ قدرت میشه و از بین بردن مثلا جمهوری اسلامی تا بتونن که اهداف خودشون رو به این شکل پیش ببرن و بمونن. خب تو این رابطه آقای رجوی میبینیم که در جریان جنبش سبز که چند سال پیش صورت گرفت که در اصل به نظر من یه مبارزه رقابتی بود بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و کسانی که با هم درگیر بودن اصلا ربطی به جریان‌های خارج کشوری و مجاهدین و نیروی اپوزیسیون خارج کشوری نبود، چیزی بود که در درون جامعه شکل گرفته بود و مردم تحت فشارهای بسیار زیادی نپذیرفتن شریعت اسلام رو، نپذیرفتن حکومت اسلامی رو و سعی کردن که از طریق به اصطلاح پایگاه مردمی که دارن، مخالفینی که وجود دارن، بتونن که حرفای خودشون رو پیش ببرن و در اصل این مبارزه، این تنشی که به وجود اومد و سرکوب شد هیچ ربطی به مجاهدین نداشت، منتها مجاهدین اومدن اینو سعی کردن که طی صحبتایی که انجام میشه، طی به اصطلاح رسانه‌های تبلیغاتی که داشتن، همیشه میگفتن که جنبش سبز باید به جنبش قرمز تبدیل بشه. خب چیزی هستش که هیچ وقت مجاهدین ازش کوتاه نخواهند آمد و مبارزه مسلحانه‌ای رو که اسمش گذاشتن مبارزه مسلحانه یا به اصطلاح تروریسم رو به شکلی پیش خواهند برد. تروریسم تنهایی نیستش که سلاح دستشون بگیرن و مبارزه کنن، روش و منششون هم انطباق پیدا میکنه با سلاحی که ازش دارن استفاده میکنن. اینه که
میبینیم که بسیاری از کسانی که در درون روابط و مناسبات مجاهدین هستن و با اونا مخالف هستن، با عقاید اونا مخالف هستن، ولی همچنان با توجه به که تا اصله هم از اصله هم استفاده دیگه نمیتونن بکنن، ولی روششون به قول معروف زبان سرخشون باعث میشه که همون ادبیات انتحاری رو داشته باشن که باعث میشه که شخصیت بسیاری از نیروهای مخالف یا اپوزیسیون یا شخصیت های دیگه‌ای که در این رابطه فعال هستن مورد اهانت و ترور قرار بگیره. من میخوام یه قسمت از به اصطلاح صحبتامو تو بخش بعدی صحبتام بگنجونم، خصوصا در رابطه با آینده مجاهدین، و در این رابطه میخوام یک گذری هم داشته باشم به اصطلاح برخوردهایی که مجاهدین میکنن با نیروهای خارج کشوری، اپوزیسیون و به ویژه با بازنشسته های سیاسی خارج کشوری، آمریکایی، اروپای لاتین، با هر کسی که توی رابطه از جمهوری اسلامی خوشش نیاد. به هر حال خوردن نان دشمنی با جمهوری اسلامی توسط مجاهدین به انواع مختلف صورت میگیره، ولی هیچ کس از خودش نمیپرسه که آقای رجوی مسئله دشمنی شما با جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگری برای مردم دیگه مطرح نیست. مردم از خودشون میپرسن که میخوان چه چیزی رو به دست بیارن. من میخوام یه چیزی بگم قبل از اینکه صحبت این بخشم تموم بشه، این بود که چند وقت پیش خونه رو میخواستم عوض کنم، اسباب کشی کنم، یکی از همسایه‌مون آمد گفت حیف شد که تو داری میری از اینجا، واقعا حیف شد، دلمون برات تنگ میشه. گفتم واقعا اینجوریه؟ اصلا من با این همسایه‌مون صحبت زیادی نداشتم، یعنی با هم یک به قول هلندی ها های هوی میکردیم، سلام میرفتیم دنبال کار خودمون و با هم هیچ گونه رابطه نداشتیم، ولی موقعی از با کشی که داشتم میرفتم بهم گفتش که واقعا حیف شد که از اینجا میری. دیگه من رو درواسی رو گذاشتم کنار، بهش گفتم که خب تو واقعا دل تنگ میشه که من از اینجا برم، یا از این میترسی که من برم چه کسی جای من بیاد؟ تو از این میترسی که احتمالا من برم کسی جای من بیاد صد برابر از من بدتر باشه، پدر تو رو مثلا در بیاره، یک همچی چیزی. مردم ایران دیگه اون زمان گذشته، میخوان ببینن که تو چی شرایطی دارن زندگی میکنن و چه شرایطی بهتری هم میتونن کسب کنن. کسی که میخواد بیاد، کسی که میخواد یه سری به اصطلاح امکانات براشون بیاره کی هست، چجوری میتونن بهش اعتماد کنن. نگاه میکنن ببینن روابط و مناسبات اونا با خودشون چطوری هست، به چه شکلی اونا مناسبات خودشون رو با نیروهای خودشون تنظیم میکنن. دیگه براشون مهم نیستش که کی خواسته باشه با چه نامی بیاد اونجا، جمهوری اسلامی باشه یا به قول مجاهدین جمهوری اسلامی دموکراتیک باشه، فرقی نمیکنه. اونا وقتی که میبینن که روابط و مناسبات مجاهدین به این شکل صورت میگیره که تو تظاهرات مثلا 30 خردادشون بیشتر از ایرانیه که تو تظاهرات میان از فیلیپین و از کشورهای مختلف آفریقا از همه جا اومدن تو این تظاهرات شرکت کردن بدون اینکه شناختی داشته باشن. آقای رجبی میگه 100,000 نفر شرکت کردن. این 100,000 نفر، خب اگه 100,000 نفر هستن، 100,000 نفر شما حامی دارید که خب دیگه چی جای شک و تردید است، میتونین هر کاری رو انجام بدیم با این همه نیرو. به هر حال میخواستم بگم که مسئله جمع‌آوری نیرو و پوز تبلیغاتی دادن یه دوره‌ای داشته، دیگه تموم شده. باید یک سری واقعیت‌ها رو بپذیرن، واقعیتایی که در دل جامعه وجود داره. مردم خارج کشور، کسی که تو به اصطلاح به عنوان اپوزیسیون اومدن جواب گرفتن، جواب سیاسی گرفتن و به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شدن، سوال دارن از شما
حالا اگه به سوال من جواب نمیدین، منو میگین که نمیدونم مزدور جمهوری اسلامی یا هر کس دیگری که از شما انتقاد داره، سوال به جای خودش باقی خواهد موند. این سوالا باید پاسخ مناسب داشته باشه. مردم ایران این جواب را از شما میخوان که چه چیزی شما ظرف این مدت 30 تا 35 سال به اصطلاح چه بیلان کاری دارید، چه چیزی رو ارائه دادین، چه پیشرفتی شده توی این مدت. در این مدت که صدها نفر از بین رفتن، چه چیزی به دست اومده؟ محصول این همه فشار، این همه تنش، این همه حرمان، این همه به اصطلاح دوری، این همه قربت، محصول چی بوده؟ اینا باید همه پاسخگو باشه. مردم ایران دیگه دنبال شعارهای توخالی نمیگردن، دنبال پایه‌های اساسی میگردن تا بتونن بر اون مبنا بتونن به اصطلاح اتکا پیدا بکنن و پیش برن. با بسیج خارجیان هیچ چیزی عوض نمیشه. با هزاران هزار دلار دادن به آقای جان بولتن که از آمریکا بیاد اینجا یک سخنرانی کنه، خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مقاومت به اصطلاح اوکی بکنه، بگه که بله ایشون هستن، ایشون محبوب مردم ایران هستن، چیزی عوض نمیشه. اون چیزی که عوض میشه اینه که با نیروهای خودت چی کار میکنی. لیبرتی واقعا فاجعه‌ای که در اونجا اتفاق افتاد فاجعه‌ای بس دردناکی بود و دردناکی هست که برای هیچ کس قابل پذیرش نیست. متاسفانه به جایی که این نیروها که 100% امکان خروجشون از لیبرتی هست، به جایی که به اینها پرداخته بشه، اومدن در نشریات خودشون به اصطلاح کمکاری های خودشونو به این نسبت دادن که آقای مثلا بهزاد علی شاهی که در هلند دستگیر شده، بازداشت شده و بسیاری از کسان دیگری که توسط پلیس دستگیر خواهند شد، اینا در قتل به اصطلاح بچه‌هایی که در اشرف از بین رفتن شریک و سهیم بودن. این مسائل بسیار فاجعه انگیزه، بسیار مسائلی هستش که واقعا دردناکه که تا چه حد اینها پیش رفتن به جایی که پاسخگو باشن به خانواده های بچه‌ای که در لیبرتی اسیر هستن، میان این فشار و این تنش رو از خودشون دور میکنن و این تهمت ها رو به کسایی میزنن که تمام به اصطلاح انرژی خودشون رو صرف نجات این افراد از لیبرتی کردن. متاسفانه من داخل پرانتز بگم، حدود یه سال پیش بود من از طریق یه سری از بچه هایی که داخل اشرف بودن متوجه شدم که آقای هلندی هست که به اصطلاح در پارلمان اینجا، در پارلمان هلند نقش بسیار مهمی داره، از مسیحی هم هست و ایشون رابطه خیلی زیادی با خانم مریم رجوی داره و هر ماه یک بار میره خانم رجوی رو میبینه. آقای شمس حائری، زنده یاد شمس حائری، که دو تا فرزندش در داخل اشرف اون زمان بود، به هر حال ایشون تمام فعالیت خودشو انجام میداد تا به نوعی صدای خودشو به اینا برسونه. از بلندگوهای خارج از اشرف استفاده میکرد، پیام میداد، به هر حال چیزی عایدش نشد. به هر حال آقای شمس حائری و من با هم رفتیم دیدن این آقای هان که در موردش صحبت کردیم و ایشان داخل پارلمان هلند هستن، و ایشان گفتیم که خارج از مسائل سیاسی از شما تقاضا میکنیم، از شما خواهش میکنیم که یک امکانی به وجود بیاد، شما با خانم مریم رجوی تماس بگیرین، صحبت بکنین، بگین که آقای هادی شمس حائری سرطان داره و تا دکتر گفته تا 3 ماه دیگه هم زنده نمیمونه، ولی درخواستش اینه که برای آخرین بار بچه هاشو ببینه. خانم نصرت رو، آقای امیر زنده یاد امیر رو ببینه و
شما که میتونین با خانم مریم رجوی تماس بگیرید، لطفا این پیام ما رو برسونید. خب بعد از یک ماه که با ایشون تماس گرفتیم، دیدیم که هیچ خبری نشد، با آقای خان تماس گرفتیم، ایشون شروع کردن به فحاشی، گفتن شما به ما دروغ گفتین، همچین چیزی وجود نداره. به هر حال به صورتی برخورد کردن که اساساً برای من خیلی عجیب بود که یک آدم مذهبی، یک آدم کسی که به اصطلاح به مسیح دل بسته، در اون رابطه گفتش که خب حق مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین مجاهدین این هستش که گلوله تو مغزشون خالی بشه. یعنی میخوام بگم که شستشوی مغزی، حالا مسئله خرج کردن خروار پول سر جای خودش هم داره، ولی نوعی که ایشون صحبت میکرد نوعی بود که برام خیلی جالب بود که چطوری شستشوی مغزی خارج از کادرها و مناسبات مجاهدین هم تاثیرگذار هست و میتونه داشته باشه. و ایشون بدون این که شناختی داشته باشن از روابط مناسبات مجاهدین، در این رابطه به این صورت نظر دادن و صحبت کردن. من یه صحبت دیگه دارم که خب در رابطه با جریان آقای رجوی هستش که ایشون به هر حال غیبتی که ایشون کردن بعد از خلصلایی که توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت، دقیقا به این دلیل بود که ایشون میخواستن که تا اینجا پیش برن که مسئولیت تمام مسائل و فشارهایی که بود از رو دوش خودشون بردارن و خانم مریم رجوی رو سپر بلا قرار داده بودن و بسیاری از نیروهای کادر مرکزی رو که در اون زمان مسئولیت‌های مختلف داشتن. چون که اگر آقای مسعود رجوی ظاهر بود و مطمئناً بازداشت می‌شد و بسیاری از سوالایی رو که ازش داشتن باید پاسخ می‌داد و به این دلیل یکی از دلایلی که ایشون مفقود الاثر شده و ازش خبری نیست، مطمئناً ممکنه این، یعنی مطمئناً که نه، ولی ممکنه این دلیل باشه، به خاطری که ایشون همیشه از جوابگویی به سوالات تفره رفته. فقط اگه شما مقالاتشون رو بخونین میبینین که از سال 60 تا حالا که مدت 35 سال گذشته، هیچ تفاوتی توی لحن صحبت و توی گفتار و توی منش و روشش عوض نشده. من میخوام اصحاب کهف رو مثال بزنم که 7 سال تو غار بودن، وقتی که از غار اومدن بیرون دیگه سکه‌ای که اون زمان چاپ می‌شد تو دیگه اصلا به رسمیت نمی‌شناخت، اصلا نمی‌دونست اینا چی هست. نیروهای بدنه سازمان و آقای رجوی اینا که تو مدت 30 سال تو به اصطلاح غار معروف خودشون هستن و مسلماً اون روابط و مناسبات رو دیگه نمی‌تونن تشخیص بدن، دیگه از روابط و مناسبات فاصله گرفتن. بسیاری از بچه‌هایی که داخل روابط و مناسبات هستن دیگه اصلا نمیتونن از اون روابط و مناسبات خارج بشن، به خاطری که دیگه چیزی ندارن که از دست بدن، خانواده‌هاشون متلاشی شده و دیگه امیدی به زندگی ندارن، سن سالشون هم زیاد شده، وابستگی‌هایی که دارن و امنیتی که در درون اون مناسبات براشون هست خارج از اون احساس میکنن که مورد سرزنش قرار میگیرن، سرزنش هموطنا و فامیل، اینا براشون قابل درک نیست. من یک مقاله هستش که خانم عاطفه اقبال نوشتن، خیلی به نظرم جالب اومد. این در این مقاله خانم عاطفه اقبال نوشتن که توتو معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی موقوف، 28 اردیبهشت صادق لاریجانی استرداد تعدادی از کسانی رو که درون لیبرتی هستن رو تقاضا میکنه و ایشون خانم عاطفه اقبال میگه که خب شما اصلا اجازه ندارین که در این مورد صحبت کنین، شما باید جوابگوی کشتارهای سال 60 و 67 باشین و با شیوه خشونتی که در جنبش سبز به کار بردین شما جوابگوی اونها باید باشین. منتها در کنارش خانم اقبال میگه که
در سایت مجاهدین من هیچ اثری از به اصطلاح انرژی گذاشتن برای کمک به بچه های لیبرتی نمیبینم. همه شعر و شعار است و اونا باید تو اون شرایط فشار باقی بمونن. خب بعضی از بچه ها با بیماری های خیلی مختصری هم که دارن از بین رفتن، از بین خواهند رفت و متاسفانه چیزی که مسعود رجوی اینو داره پیش میبره به این صورت است که بچه ها باید درون همین مناسبات بمونن و از بین برن، اگر نه شرایط بسیار زیادی اینا داشتن که از بچه ها رو از کشور خارج بکنن. خانم عاطفه اقبال در دنبالش میگه که نجات دختران نیجریه و لشکرکشی آفریقایی ها برای 30 خرداد برایشون خیلی جالب بود. میگه که تو مثلا الان سایتشون رو که باز کنیم ببینی که ارتش آزادی بخش سوریه 8 نفر از نیروهای بشار اسد را از بین بردن. خب در این رابطه باید یک توضیح هم بدم داخل پرانتز که به نقل از نشریه الان خدمتتون میگم، اخسر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل متحدی عرب در سوریه میگه که با عنوانی به نام مأموران ما در ایران توضیح میده، میگه در آخرین گزارش خود سازمان ملل نوشته که اعضای مجاهدین در مرز اردن سوریه با گروه های مخالف بشار اسد همکاری میکنن. رادیو RFE بخش مالی 200 بخش فارسی 2013 6/5/2013 این مسئله در اصل الان داره فاش میشه که با توجه به ساختاره که مجاهدین دارن، اون زمان هم میگفتن که هر کس که با جمهوری اسلامی همکاری کنه و ما بهش بجنگیم غیر مستقیم با مجاهدین با جمهوری اسلامی میجنگیم. و اون زمان حتی تحریک هم کرده بودن تعداد از بچه‌هایی که داخل مناسبات بودن که در صورتی که آمریکایی‌ها اومدن با اونا هم باید جنگید و از بین برد، که البته زودتر از اینا خلص لا شدن. من دنباله صحبتم رو در رابطه با خانم مقاله خانم اقبال ادامه میدم. ایشون میگن که برای من خیلی باعث تأسفه که خانم مریم رجوی به سوال نمایندگان کانادا جواب نمیده، به انتقاد اونا جواب میده، صحبت میکنه، سعی میکنه که مسائل رو مطرح بکنه که اونا رو بتونه به اصطلاح توجیه بکنه کارهای خودشو، به خاطر که اونا خبری چیزی ندارن. اونا فقط یه سری سازماندهی میبینن، سازماندهی بسیار خوبی به صورت خیلی فشرده‌ای که البته اگه نصف اون پولا هم دست هر کسی بدن میتونه خیلی راحت سازماندهی بکنه. به هر حال این مسئله باعث شده که ایشون از خانم مریم رجوی سوال کنه که شما چرا به سوالات مردم ایران پاسخ نمیدین، چرا به اونا جواب نمیدین. خب آقای احمدی نژاد هم همین طور بود، موقعی که ازش سوال میکردن به سوال همه جواب میداد غیر از سوالات مردم ایران و سوالی که به اصطلاح هموطنان ازش میکردن. من اجازه میخوام که فیلمی که الان آماده شده لطفا پخش بشه، بعد من دنباله صحبتامو در رابطه با آینده مجاهدین ادامه بدم. بله ممنونم از شما. تا چند دقیقه دیگه دوستان با آقای جابانی خواهیم بود. شما در رابطه با آقای احمدی نژاد صحبت کردید، البته ایشون حتی به اینها هم پاسخ نمیداد و سوالاتشون رو با سوالات مسخره و اینها به اصطلاح یه جوری جواب میداد که همه رو سر کار گذاشته بود. خب من این فیلم رو سعی میکنم نشون بدم و باز برمیگردیم با آقای جابانی خواهیم بود. مرسی. آقای علیرضا میراسکری
شما در مرکز شهر لورکوزن دارین اعلامیه پخش میکنید و اکسیون دارید. هدف شما از این اکسیون چی هست؟ با سلام، علیرضا میرسکری هستم. ما در شهر لورکوزن آلمان اکسیون گذاشتیم. هدف ما از این کار اینه که شهروندان آلمانی رو مطلع کنیم که در نزدیک اونها چه فرقه خطرناکی هستش، فرقه سازمان مجاهدین خلق که تلاش میکنه با رنگ عوض کردن در کشور اروپا خودش رو به طور واقعی که سازمان دموکراتیک نشون بده. همونطور که در جریان هستین، به زودی در مثل سالهای گذشته در ویلپن فرانسه اونا دوباره برنامه دارن. هدفشون از این برنامه به طور مشخص اینه که به لابیای خودشون در کشور اروپا اعلام بکنن و بگن که ما همچنان از حمایت شهروندان برخوردار هستیم. همونطور که در دههای گذشته با عملیات تروریستی که انجام داد سازمان مجاهدین حمایت مردمی خودش را از دست داد و به ناچار روی آورده در کشور اروپایی با پول و پرداخت پول به پناهندگانی که از کمپ ها جمع می کنن یا به سیاحان آفریقایی یا از کشور لهستان دانشجوهای مختلف رو بهشون به عنوان تور اونا رو به اونجا میبرن تا با جمع کردن اینا مثلا به لابیگرا و پارلمانترا اعلام بکنن که ما همچنان از حمایت مردمی برخوردار هستیم، در صورتی که اساسا اینطوری نیست و این سازمان به طور خاص بعد از بسته شدن کمپ اشرف به شدت در بحران‌های مختلف گیر کرده و رهبران اون موندن که چه کار بکنن و این عملکرد سازمان مجاهدین در سالیان گذشته نشون میده که این سازمان همچنان سیر قهقرایی خودش رو طی میکنه و هیچ شانسی رو در کشورهای اروپایی نداره. همونطور که سازمان مجاهدین نشون داد در 20 جوان 2003 که این گروه همچنان پتانسیل و عملکرد تروریستی رو داره، همونطور که بعد از دستگیری خانم مریم رجبی با آتش کشیدن خودشون نشون دادن که این گروه یک گروه خشن و تروریسته و متاسفانه لابیگرایی که اینجا هستن با حمایت خودشون به طور مشخص همکاری میکنن با این گروه تروریستی. آقای میرعسکری، سازمان مجاهدین در اعلامیه‌ای که دیروز در سایتاش منتشر داده در رابطه با مراسم ویلپند امسال در پاریس اعلام کرده که خبر از اعلام تأسیس 1000 اشرف کرده. منظور چیه؟ منظور سازمان از این 1000 اشرف چی هست؟ همونطور که میدونیم همونطور که گفتم سازمان مجاهدین بعد از بسته شدن کمپ اشرف واقعا توی بحران شدیدی گیر کرده و تلاش میکنه با بیان این بحث که 1000 اشرف و تأسیس انجمنهای مختلف که هدفشون به طور مشخص این انجمنهای پوششی هم توی قبلا قانون عوام اینو منتشر کرده، هدفشون فقط دو تا چیز بیشتر نیست، یا پولشویی که با این طریق این انجمنها پولشویی میکنن یا اینکه تلاش میکنن که به حامیان و اون لابیایی که در کشور اروپایی دارن اعلام بکنن که ما همچین حمایتی رو داریم، که متاسفانه کسانی که به تور و به دام این سازمان افتادن در این داستان اخیر، در داستان 1000 اشرف که با تاسیس انجمنهای مختلف، تمامشون جوانان و کسانی هستن که اساساً زبان فارسی خود به کامل بلد نیستن، اساسا ایران نرفتن و با مسائل ایران آشنا نیستن و همونطور که سازمان جذب نیرو کرده در سالیان گذشته این جوانان رو متاسفانه به دام انداخته و اونا رو به جلو میفرسته و اگر مسئله پیش بیاد مطمئنن این جوانان هستن که به دام میفتن، به دام دستگاه پلیس و انتظامی میفتن در کشورهای اروپایی و مطمئنن سازمان مجاهدین به مانند گذشته از با این اعلام و با این چیز هیچ راهی رو پیش نخواهد برد، چرا که تنها راه به نظر من حمایت مردمیه که خوشبختانه سازمان مجاهدین حمایت مردمی رو نداره و سازمان مجاهدین این سیر قهقرایی رو طی میکنه تا زمانی که به نابودی کامل برسه. با تشکر از شما. منم تشکر میکنم، روز شما بخیر. خب بینندگان عزیز سلام مجدد خدمت شما. ساعت 1:13 بعد از ظهر جمعه 23 ماه می و با آقای مسعود جابانی هستیم. تصویر و صدا و اینها درست شد در این فاصله، امیدوارم که همینجوری باقی بمونه. دو تا از دوستان سوال کردن. آقای جابانی اگه اجازه بدید من سوالات ایشون رو بپرسم، بعد شما برنامه رو پی بگیرید و دنباله صحبتاتون. اجازه دارم من؟
خواهش میکنیم بخواهیم. بله، یکی سوال این است که شما گفتید که آقای حنیف نژاد ایدئولوگ سازمان بوده، میپرسن که آیا ایدئولوگ همون نظریه پرداز هست؟ و ما معمولا در سازمان‌های سیاسی و به اصطلاح نظامی دنیا میبینیم که اینها اون درس رو خوندن، بعدن میان به اصطلاح برای دیگران نظریه پردازی میکنن. این یک. دوم این که میگن شما تذکر دادید که آقای رجوی با اون هوش و ذکاوت و استعدادی که داشت در زندان موفق شد که به اصطلاح باز هم اونجا ریاست مجاهدین رو داشته باشه. این دوستمون میگه که تا اونجایی که ایشون شنیده آقای رجوی با ساواک همکاری کرده و حتی مسئول کشته شدن موسی خیابانی به اصطلاح آقای رجوی است. شما اگر این دوتا سوال رو پاسخ بدید بعد صحبتهای خودتون ادامه بدید ممنون میشم. من هم سراپا گوش. بفرمایید. خواهش میکنم. تشکر از دوستان عزیز با سوالای جالبی که کردن. در رابطه با ایدئولوگ بودن آقای حنیف نژاد میخوام بگم که با دوستمون هم‌عقیده هستم. ایشون دوره خاصی رو ندیدن. بسیاری از کسایی که زندگی چریکی داشتن، زندگی مخفی داشتن، اینا اون زمان زمان شاه میرفتن فلسطین دوره میدیدن. ایشون هم یه دوره کوتاهی فلسطین بود، بعد برمیگرده با افراد مذهبی خیلی زیادی هم تماس داشتن، همینجور که گفتم نهضت ملی بهشون کمک کرده به لحاظ عقیدتی، باز هم ایدئولوژی تئوریک در اصل بخوام حساب کنیم، از این مسائل استفاده کرده و در اصل بیشتر تجربی بوده و به صورت آکادمیک دانشگاهی هیچ دوره‌ای رو ایشون نگذروندن و همین دلیل اینا تونسته بود با توجه به اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بود کتاب قرآن رو با نهج البلاغه رو، که البته من وقتی که میگم نهج البلاغه نه همه کتاب، نه همه خود قرآن، مثلا خطبه 15 نهج البلاغه چون در رابطه با مسائل انقلاب هستش یا تقربلن نقربله نمیدونم از این برنامه، بیشتر اون خطبه های مشخص ازش استفاده میشه نه به صورت پروسه‌ای. بنابراین حتی من به نظر من کارشناس نیستم در این رابطه مشخص، منتها احساس میکنم که برداشت ایشون از قرآن و نهج البلاغه هم خیلی برداشتی بوده که خودش اونجور که میخواسته کادر بندی شده و به طور مشخص، چون ما دو جور تحقیق داریم. یه تحقیق داریم که یه مورد به من نوعی داده میشه تا بتونم برم تحقیق بکنم، یعنی موضوع بسته نیست، ثابت شده نیست، من باید تحقیق کنم بعدن اون نظریه رو ثابت کنم. یه نظریه هستش مثل نظریه که مجاهدین همیشه دنبالش هستن، از قبل تعیین شده هست که این از به اصطلاح دشمن اصلی ما این هست یا این نظریه ثابت شده است. حالا هر چی تو تحقیق میکنی در اون راستاست، در اون چارچوب تحقیق میکنی، بنابراین تحقیقات ایشون هم از قبل مشخص بود، از قبل سانسور شده مشخص بود که اینو میخواد ثابت بکنه. اینه که همینجور که دوست عزیزمون گفت نه مسئله آکادمیک نبوده، مسئله تجربی بوده و با روابط و مناسباتی که با روحانیون و با محققین مثل آقای مهدی بازرگان که خودش هم خیلی اطلاعات زیادی داشت تو روابط مختلف، تو این رابطه تونسته بود اطلاعات خوبی کسب بکنه و پیش بره. به این لحاظ در رابطه با مجاهدین هم به این صورت بود که هر کدوم از اعضای مجاهدین به اصطلاح مسئولیت خاصی رو دنبال میکردن، یک عده دنبال کار اجتماعی بودن، میخواستن بیان ببینن مثلا نیاز مردم چی هست، میرفتن تو جامعه در رابطه با مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تحقیق میکردن. یکی مثل آقای حنیف نژاد بیشتر مسائل تئوریک و ایدئولوژی سازمان رو پیریزی میکرد که ایشون تحقیقاتشون تو این مدتی که انجام دادن که احتمالا حدود 2 سال بوده، تونسته بود که یه سری از مبانی قرآنی و نهج البلاغه رو تئوریزه بکنه، یعنی ببخشید فرموله بکنه، تا بتونه به قول خودش ازش استفاده بشه. یعنی خودشون همیشه میگفتن که این چیزی که نوشته شده
قابل اجرا نیست، باید یک اهرامی بشه برای اجرا، باید بتونیم ازش یک چیز ملموس در بیاریم، از توش این چیزی که همیشه میگفتم بتونیم اهرامی برای به کار بردن و حل مسائلی ازش استفاده کنیم. ولی همینجور که گفتم در دیدگاه رادیکالیسم و در که به اصطلاح تروریسم انتهای رادیکالیسم است، همه موارد از قبل تعیین شده هستش، یعنی از قبل یک چیزی ثابت شده است، مثل که مثلا آقای رجوی یک چیزی که میگه برای همه ثابت شده است، تقدسش کامل مشخصه، بقیه فقط باید تئوریزش بکنن، نه که جهت عکسش طور دیگری به اصطلاح انتقاد بکنن و وارد این مسئله بشن. خب من سوال دوم در رابطه با آقای رجوی بود که خب منظور از باهوش بودن آقای رجوی یا به اصطلاح تیزهوشیشون یا صحبت این بود که به اصطلاح سخنور خوبی هستن، بله اینا همه هست، هیتلر هم بوده دیگه، هیتلر یعنی اگر اون سخنوری رو نداشت، اون شور و فتور رو در مردم ایجاد نمی‌کرد، نمیتونست میلیون ها آلمانی رو به سمت خودش جذب کنه و بتونه پیش بره. خوشبختانه آقای رجوی در او حد نبود، به هر حال تو چارچوب خودش تونسته بود یک ایده رو متقاعد بکنه. ولی اینکه مثلا در زندان با ساواک همکاری کرد و به اصطلاح باعث لو دادن موسی خیابانی شد، من اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم و نمیدونم که شکل کار چی جوری بوده. خیلی مسائل پیچیده است. یه دی میگن که خود مجاهدین میگن که چون برادرشون آقای کاظم رجوی در خارج کشور بود، با شورای با سازمان ملل همکاری میکرد در رابطه با حقوق بشر، تونسته بود اهرام فشاری باشه برای نجاتش از زندان شاه. ولی خب یک سری از مدارک هم هست که ایشون باعث لو دادن مثلا خونه تیمی حنیف نجات شده، نه موسی خیابانی، چون تیم حنیف نجات شده. ولی خب به هر حال جریان موسی خیابانی هم همیشه در ابهام باقی خواهد موند، چون موسی خیابانی یکی از افراد صادق درون روابط و مناسبات مجاهدین بود که البته نمیشه ثابتش کرد که آیا اگر ایشون خارج از در اون 19 اردیبهشت از بین نمیرفت، آیا همچنان درون روابط و مناسبات میموند، میتونست جلو مسعود رجوی واسطه و انتقاد کنه ازش و به هر حال ایشون رو متقاعد کنه که با این سیستم و ساختار فرقه‌ای فقط به فقط خودشون رو محدود میکنن و از جامعه فاصله میگیرن یا نه. برحال این امیدوارم که تونسته باشم که جواب این دوست عزیزمون رو در این رابطه بدم. بسیار ممنونم. بله بفرمایید. خیلی ممنونم که شما وقتی یه جایی نیستید و نبودید میگید من نبودم نمیدونم. از دوستان دیگه خواهش میکنیم اگر بودند و میدونن و مثلا اسنادی هست و اینا، اونها بیان در این مورد صحبت کنن. بفرمایید آقای جوانی. خب صحبتام من ادامه میدم. من قبل از اینکه این جلسه رو داشته باشم و بیام در خدمت شما باشم، یه تلفنی داشتم با آقای پرویز یعقوبی، یکی از قدیمی ترین اعضای کادر مجاهدین. از ایشون چون برام خیلی جالب بود که ببینم که در رابطه با آینده مجاهدین نظرشون چی هست، چی میگن در این رابطه. با ایشون آقای پرویز یعقوبی مجاهدین رو در اصل به عنوان مجاهدین نمیشناسن، میگن آقای مجاهدین مربوط به آقای رجوی و ایشون اصلا به رسمیت نمیشناسن توی رابطه. من تو پرانتز یه چیزی خدمتتون عرض کنم که یادم رفت بگم. در بعد از آزاد شدن مجاهدین از زندان در 22 بهمن سال 67، بسیاری از مجاهدین از وارد مناسبات مسعود رجوی نشدن و خودشون مستقلن دست به فعالیت سیاسی زدن. آقای مهندس میسمی یکی از کسانی بود که به اصطلاح تونست
یک سازمان اون همچنان با نام حنیف نجات و سازمان مجاهدین در ایران داره فعالیت میکنه که در انفجار نارنجکی که دستش بود چشماش هم کور شده، ولی به هر حال الان در ایران فعاله. و بعد از اون مدت چند سال چندین شاخه از مجاهدین که استراتژی آقای رجبی رو نپذیرفته بودن در کشورهای مختلف همچنان فعال بودن که در حال حاضر ازشون خبری در دست نیست. خب من همینجور که گفتم با آقای پرویز یعقوبی صحبت کردم. آقای پرویز یعقوبی که با خانم مینا ربیعی ازدواج کردن، به هر حال ایشون الان در پاریس زندگی میکنن، فعال سیاسی هستند و در نشریات مخصوص خودشون عقاید و دیدگاه خودشون رو می‌نویسن که تا چند وقت پیش در ایران امروز مقالاتشون چاپ میشد. ایشون در مصاحبه که من با ایشون کردم به این معتقد بودن که متاسفانه مجاهدین علارغم تمام خونهایی که در اشرف ریخته شد، در لیبرتی این فشارها رو مردم اومد روی بچه ها اومد، چندین نفر به ضرب گلوله از بین رفتن، متاسفانه مردم ایران حتی اشکی برای اینا نریختن و مجاهدین نتونستن اون فضایی رو که میخواستن ایجاد کنن، به خاطری که چنان فضا محدود شده، مجاهدین چنان با اسم شهید با مسائل دیگه دارن بازی میکنن و شرایط رو بستن که بچه ها در اونجا بمونن و از بین برن که دیگه برای مردم ایران اصلا قابل پذیرش این مسئله نیست. اون چیزی که اصلا وجود داره اینه که متاسفانه خانم عاطفه اقبال هم ایشون هم در مقاله شون نوشتن که بابا جون راه برای خروج مجاهدین از اونجا بوده، اینا رو نجاتشون بدین بیان بیرون و باعث نشین که این بچه ها یکی یکی از بین برن. دیگه امیر شمسهاری اونجا باقی نخواهد ماند، یعنی ایشون عمر خودشون اونجا گذاشتن. متاسفانه آقای زندیات هاری هم نتونست ایشون رو بچه‌شی ببینه و امیدوارم که نصرت بتونه زندگی خوبی داشته باشه و بتونه روح پدرش رو شاد کنه. ولی من اینو میخواستم بگم، اون صحبت اولی هم که گفتم اینه که بسیاری از بچه‌هایی که جدا شدن هنوز با بچه‌ای که تو لیبرتی هستن ارتباط فامیلی، ارتباط خانوادگی، ارتباط عاطفی دارن. مثلا به طور نمونه آقای حبیب خرمی همسر قبلیشون اونجا هست، آقای محمد حسین صبحانی همسر قبلیشون اونجا هست، آقای شمس هاری همسر قبلیشون به اضافه الان دخترشون همچنان اونجا. یعنی میخوام بگم که بسیاری از این روابط و مناسبات انگار مجاهدین طوری صحبت میکنن که بچه های جدا شده دشمنان اصلیشون هستن و میخوان اینا رو همه رو از بین ببرن و تمام هم و غم خودشون رو گذاشتن که بتونن به اصطلاح اینا رو تحت فشار قرار بدن. اصلا به این صورت نیست. حداقل من میخوام به جای خودم صحبت میکنم اینه که من همیشه دوچار مشکل هم میشدم وقتی که مسائل پناهندگی پیش میومد، دنبال صلیب سرخ رفته بودم که ببینم که این بچه‌ای که اونجا هستن چجوری میشه نجاتشون داد، صلیب سرخ چطوری میتونه اینا رو نجاتشون بده. که البته مثل که تو جلسات قبلم گفتم صلیب سرخ مسئول در هلند به من گفتش که زیاد دنبال این مسئله رو پیگیری نکن، چون صلیب سرخ در رابطه با نیروهای طالبان رفته بود عربستان سعودی، چون خانواده بسیاری از نیروهای طالبان در عربستان سعودی هستن، از اونا کمک مالی میگیرن، رفته بود از اونا نامه گرفته بود آورده بود به نیروهاشون در افغانستان داده بود تحت حفاظت بین المللی. میگفت وقتی که من نامه های خانواده های مجاهدین رو میبرم اشرف به بچه هاشون بدن، نامه ها رو میگیرن پاره میکنن میریزن تو صورتم. گفت اصلا این روابط و مناسبات برای من خیلی خیلی عجیب تر از این حرف هاست. که البته برای من کاملا مشخص بود که این خودسانسوری، فشارهای روحی روانی که رو بچه ها اومده به مراتب وحشتناکتر از این است که ما راحت بگیم که چرا این کار رو دارن میکنن، چرا
این فشارها رو به اصطلاح میارن روی خانواده های خودشون، چرا از خانواده خودشون گریزانن. به هر حال آقای پرویز یعقوبی گفتن که در رابطه با اگه همین الان در ایران انتخابات بذارن و 100% هم آزاد باشه، مطمئنن مجاهدین رأی نمیارن، به خاطری که اونا در خارج کشور هم در حال حاضر هم تعدادشون حتی 2% هم از مردم خارج کشور، از ایرانی‌های خارج کشور هم ازشون حمایت نمیکنن. خب نکته دیگری که ایشون میگفتن از لیست آمریکا بیرون اومدن چون دیگه کاری با آمریکا نداشتن، یعنی در این رابطه اومدشن بیرون و خب به هر حال باید خدمتگزاری هم بکنن، یه مقداری امکانات آنچنانی هم باید ازشون بگیرن. یه مسئله دیگه هم که مطرح بود این بود که بسیاری از بچه‌هایی که از عراق می اومدن، ایشون آقای یعقوبی میگفتن که بسیاری از اینا توسط آقای مهدی خدایی صفت و محسن رضایی برای تحت فشار قرار گرفتن. اینا کسانی هستن که شکنجیگر بودن، شکنجی کردن بچه‌هایی رو که میخواستن روابط و مناسبات بیان بیرون و الان توی لیبرتی هم نیستن، الان تو اوارسورواز هستن، تو پاریس هستن. اینا میتونن ازشون شکایت بکنن، یعنی شکایت از اینا کردن یک چیز خیلی خیلی طبیعی، اونا میتونن شکایت کنن، اونا میتونن دلایل خودشون رو ارائه بدن. این بود که ایشون میگفتن که اگر واقعی هست این شکنجه ها، این فشار ها، میتونن از اینا شکایت کنن و دادگاه بین المللی حتما پاسخگو خواهد بود و اونا در الان هم ساکن اوورسورواز هستن و باید پاسخگوی مسائل خودشون باشن. اگه شکنجه بده، در جمهوری اسلامی هم بده، در مناسبات مجاهدین هم بده، اگه اعدام بده در هر دو جا بده. یعنی ما اگه مخالف جمهوری اسلامی هستیم واقعا مخالف اعدام میشیم، مخالف فشاری که رو مردم میاره، مخالف استثمار بچه ها، مخالف حق حقوق تضییع زنان و فشاری که رو نامیاد، از فشار به اصطلاح استثمار کاری، استثمار جنسی، اینا چیزهایی هستش که ما مخالفیم. ما مخالف یک اسم و یک مشخصه عمومی نیستیم و این مخالفت ما در همه جا هم صدق خواهد کرد، یعنی چی در جمهوری اسلامی باشه، چی در روابط مجاهدین باشه. بنابراین اگر من نوعی از مجاهدین ایراد میگیرم، به خاطری که در این روابط مناسبات رو بهتر میشناسم از بقیه نیروهایی که خارج این روابط بودن، داخل این مناسبات بودم، حسشون میکنم با تمام وجودم. وقتی که یه نفر صحبت میکنه که تحت فشار روحی روانی قرار گرفته، آسیبای روحی روانی از بینش برده، شستشوی مغزی دیگه چیزی براش نذاشته، برام کاملا قابل درکه و اینو میام مطرح میکنم. اگر نه در بقیه موارد کسان دیگه هستن که میتونن به اصطلاح از زوایای دیگری این مسائل و این آسیبا رو، چه در جمهوری اسلامی، چه در رابطه با مجاهدین، چه بقیه نیروی اپوزیسیون، مطرحش بکنن. خب من برمیگردم آقای پرویز یعقوبی بیشتر مایل بودن که به اصطلاح مقالاتشون خونده بشه، خودشون میگفتن که من ترجیح میدم که از طریق مقاله نویسی پیامای خودم به مردم بدم و بگم که چی بر سر ملت ما آمده و خواهد آمد، که در رابطه با آینده مجاهدین هم ایشون توضیح میدادن، میگفتن ایشون که مجاهدین هیچ گونه آینده‌ای ندارن و تعداد خیلی محدودی هستن که به صورت سنتی از روابط و مناسبات حمایت میکنن و یه مقداری برها توی این رابطه فکر میکنن که از روابط و مناسبات بیان بیرون، از بین رفتن و خواهند رفت، همه چیزشون رو در اون روابط و مناسبات میبینن. همینجور که قبلا هم توضیح دادم، یکی مسئله که در فرقه بسیار بسیار مشهود هست اینه که خودسانسوری بالاترین دردی هستش، وحشتناکترین زندانی هستش که افراد درون مناسبات برای خودشان به وجود میارن. یعنی تو هر چی که مخوای بگی میتونی صحبت کنی در موردش، ولی وقتی که اونها
حرفای شما رو فیلتر میکنن، او چیزی که براشون قابل قبول هست فقط میپذیرن، بنابراین انتقاد براشون غیر قابل قبول هستش و به اصطلاح انتقادپذیری، نقاط انتقادپذیری در ذهنشون کاملا مسدود و محدود شده و از بین رفته. من چون در رابطه با آینده مجاهدین بود، میخوام بگم که یکی از مسائلی که وجود داره اینه که مجاهدین رو به عنوان یک سازمان سیاسی دیدن، باهاش تنظیم رابطه کردن اشتباه محضه. من به تمام نیروی اپوزیسیون که خارج کشور هستن چی داخل کشور هستن باهاشون این پیام رو بهشون میدم که با هر نیروی همین جور که هست باید تنظیم رابطه بکنیم، و بسیاری از سازمانی سیاسی همچنان دچار اشتباه میشن و فکر میکنن که با یک سازمان سیاسی در ارتباط هستن، سازمان سیاسی مخالف رژیم که خیلی سازمان یافته هم هست، سازمان یافته هست خاطر که پول داره، امکانات خیلی زیادی داره و نون مخالفت با رژیم رو میخوره، ولی آیا واقعیت هم فقط همینه؟ اینجور باشه که خب نیروهای قاچاقچی تو پاکستان آقای ریگی هم که با جمهوری اسلامی می جنگن، آیا اونها هم به اصطلاح موافق عدالت اجتماعی هستن و در این رابطه دارن مبارزه می کنن؟ بنابراین چیزی که وجود داره سرر از ناصر تشخیص دادن، یعنی با فرقه باید نوع دیگری تنظیم رابطه کرد، نوعی که اونا رو بتونیم نجات بدیم از اون شرایطی که وجود دارن، یعنی با ایجاد سوال بایی که بایشون بتونیم رابطه برقرار کنیم و او کسی رو که کمتر دچار آسیب‌های روحی روانی هستن به نوعی در به جامعه برگردونیم، به خانواده‌هاشون برگردونیم، چون بسیاری از خانواده‌ها همچنان دچار این تنش‌های غربت‌زدایی و فشارهایی که روشون هست از نبودن بچه‌هاشون هستن. خب من صحبت قبلی می بود که چون در رابطه با آینده مجاهدین داشتیم صحبت می کردیم، مجاهدین همچنان متاسفانه دنبال ایجاد بحران می گردن، چون همینجور که تو جلد برنامه قبلی گفتم مجاهدین نیروی شکافزی هستند، در شکاف بحران و خون و تنش و جنگ زندگی می کنن، همینجور که قبلا خودشون ثابت کردن در شکاف جنگ بین ایران و عراق تونستن رشد کنن و پیش برن. متاسفانه بسیاری از کسایی که در سالهای 60 و 67 از بین رفتن و توسط جمهوری اسلامی قتل عام شدن، مردم نتونستن اون احساسات خودشون رو بیان بکنن و احساسات خودشون رو نشون بدن، به خاطری که در مقابل صدها نفر که در جنگ کشته می شد 4 نفر از بچه‌هایی که اعدام می شدن هم بایشون به خاک سپرده می شدن و مردم نمی تونستن مخالفت خودشون رو از اعدام نشون بدن، و اینو متاسفانه فرقه رجوی نتونست درک بکنه که چجوری میشه که به اصطلاح این انرژی، این شروع فتور جوانامون رو اینا رو برای مدت مشخصی به قول معروف ذخیره بکنه و از اینا به نوع دیگری بشه استفاده کرد و نه اینا رو دم تیغ بده تا بتونه در اصل از خون اینا بتونه استفاده کنه و بره سوبسیدی بگیره و امکانات آنچنانی در اختیار بگیره تا بتونه اهداف خودش رو دنبال کنه. من میخواستم در همین رابطه بگم که رژیم جمهوری اسلامی به مجاهدین نیاز داره، مجاهدین هم به جمهوری اسلامی نیاز دارن. نه اعدامی که تو ایران صورت بگیره، اگه 100 تا اعدام تو ایران صورت بگیره مسعود رجویه که نونشون میخوره، بنابراین جمهوری اسلامی باید ظرف به اصطلاح در رابطه با فشارهایی که رو مردم میاره باید حتی توی معادلات سیاسی هم باید این مسائل رو رعایت کنه. مجاهدین هم همیشه آماده هستن که کشتاری در ایران صورت بگیره، فشاری روی ایران صورت بگیره تا بتونن اینو ارائه بدن و بتونن ازش استفاده کنن و اینو
در طبل بنوازن. همینجور که توی سایتاشون هم میبینیم دائم عکس‌هایی که گذاشته میشه عکسی هستش که در رابطه با به اصطلاح اعدامایی که تو ایران صورت میگیره میباشه، که ما متاسفانه شاهد این هستیم که علارغم اینکه بسیاری از مسائل راحت‌تر بازتر شده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازتر شده و بسیاری از مسائل قابل صحبت شده، ولی خب از طرف دیگه جناح‌هایی هستن داخل جمهوری اسلامی که تعداد اعدام‌ها بیشتر شده، تعداد فشار رو مردم زیاد شده و یه چیزی هستش که باعث میشه مجاهدین ازش استفاده بکنن. همینجور که گفتم در رابطه با آقای رجوی نیاز به خشونت، نیاز به تولید جنگ مجدد داره. الان که جنگ در سوریه فروکش کرده، آقای رجوی دنبال یک سوژه جدید خواهد گشت در آینده تا بتونه به جنگی دامن بزنه، به فشار دامن بزنه تا بتونه دو مرتبه خودشو ارائه بده. و این مسئله باعث شده که مجاهدین و فرقه مجاهدین و فرقه نامید بنامند، فرقه‌ای که دائم دچار بحران و دچار تنش چی در داخل اپوزیسیون چی در داخل ایران میگرده تا بتونه با این تنش ها در شکاف جنگ، در شکاف بحران، در شکاف تنش زندگی بکنه و کلن از هدف اصلی خودش که آزادی و عدالت اجتماعی هست فاصله زیادی گرفته. ما چرا با جمهوری اسلامی مخالفیم؟ این سوالی بود که قبلا مطرح کردم. سوالی هستش که همیشه ما مخالف استثماریم. ما با تمام صحبتهایی که در این رابطه هستش باید ببینیم که محتوای کار چطوری است، محتوای به اصطلاح مبارزمون چجوری است، برای چی انرژی میذاریم، برای چی باید مبارزه بکنیم. این خیلی خیلی مهمه. مسئله این هستش که ما بتونیم از اهداف از انرژی خودمون به نفع مردم ایران استفاده کنیم و انرژیمون رو در راه مردم ایران بذاریم و از قیم بودن مردم ایران خلاصه دست برداریم. آقای جابانی اجازه میدید دو تا ایمیل اومده بخونم براتون پاسخ بدید شما؟ خواهش می‌کنم. بله، یک دوستی نوشته که با سلام، مراسمی که در لیبرتی برای مرحومه کرمانشاهی برگزار شد و ویدیوی آن در سایت مجاهدین پخش شد ولی عباس داوری حضور نداشت. با توجه به اینکه او همسر خانم راضیه کرمانشاهی بوده و قاعدتاً باید در مراسم حضور می داشت، آیا عدم حضور او دلیل خاصی دارد؟ مگر او در لیبرتی نیست؟ شاید هم یه جوری فرار کرده تا جوابگوی جنایت‌هایی که کرده نباشد. لطفاً نظرتان را در این مورد بگویید. دوست عزیز، همینجور که خودتونم گفتین، البته مسئله ایشون همسر خانم راضی کرمانشاهی بودند یک زمانی، ولی روابط و مناسبات مجاهدین اون طلاقهای اجباری که شد دیگه هیچ کس زن شوهر نبود، یعنی کلن روابط و مناسبات به هم ریخته بود. همینجور که تو صحبت هم گفتم بسیاری از بچه که جدا شدن دیگه اصلا همسران سابقشون اونجا هستن و هیچ گونه ارتباطی ندارن دیگه، اصلا اون روابط فامیلی، اون روابط زن شوهری، عشق از بین رفته و متاسفانه در این رابطه ما نمیتونیم بگیم که چه مسائلی وجود داره. و آقای عباس داوری دیگر شوهر خانم همسر راضیه نیستن متاسفانه، و یا خودشون هم چه احساسی ندارن، هیچ احساس مسئولیتی در این رابطه ندارن و همینجور که خودتونم گفتیم مسئولیت‌های سازمانی، مسئولیت‌های فرقه‌ای توسط خود فرقه مشخص میشه که حتی اگر تو اجازه داری که سر قبر پدرت بری یا اجازه داری که با فرزند خودت تماس بگیری، بله شما 5 دقیقه اجازه دارین با دختر تماس بگیری، 10 دقیقه اجازه داری، مثلا تمام اینا سازمان یافته شده هستش و از عشق و احساس بسیار دوره و فاصله داره. اینه که من فکر میکنم که هر دو تا جواب درسته. آقای عباس داوری هم اگر اونجا حاضر میشد باید شاید به این نوع سوالات پاسخ میداد که شما احساستون نسبت به اصطلاح همسرتون
چجوری است، چجوری میبینین؟ برحال اگه یه نفر این سوال ازش میکرد، چند وقتی که از همسر خودتون جدا هستین، چه دلایلی هستش که شما نتونستین بیاین؟ برحال اینا سوالاتی هستش که باید پاسخ میدادن، که نبودنشون مثل آقای رجوی باعث میشه که از پاسخگویی به تمام بسیاری از این سوالات بتونن تفره برن. بسیار ممنونم. باز یه سوالی هست به وسیله ایمیل، من اینها رو برای شما رو زیر اون اسکایپ فرستادم. نوشتن که در سایت هابیلیان مدارکی منتشر شده که در آن مسعود رجوی برای نجات خودش از اعدام اطلاعات و آدرس سکونت رهبران و بنیانگذاران مجاهدین را به ساواک لو می‌دهد. در ضمن امضای رجوی در آن اسناد وجود دارد. حال مجاهدین با این همه سوتی که رجوی داده، این سوتی همون گاف یا دستگل که به آب داده که رجوی داده، چه توضیح دارن؟ اجازه بدید من قبل از شما اینو بگم که به سازمان‌هایی مثل ساواک، وزارت اطلاعات، CIA و هیچ جای دیگه مثل اونها نمیشه اطمینان کرد. به همین خاطر اگر امضایی هم زیر یک کاغذی هست، آدم نباید اون رو دلیل خوبی بدونه که این سند مستند هست و میشه باهاش چیز کرد. البته خود ما میدونیم که بعد از انقلاب و افتادن ساختمان ساواک به دست مردم، مدارک زیادی رو شده، ولی خب باز هم معلوم نیست که شاید خود اونها این مدارک رو ساخته باشن تا سازمانها به اصطلاح به جون هم بیفتن. این نظر شخصی من هست. ساکت میشم تا شما در اون باره صحبت کنید، ضمن اینکه قبلا هم شما گفتید که به اصطلاح اطلاعی به اون صورت ندارید، ولی میخوایم که جواب این دوستان داده شده باشه. بفرمایید. من همینجوری که خدمتتون گفتم، من اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، ممکنه امضا کرده باشن. بعد من فقط میخوام بگم که بسیاری از زندانیا، چی داخل زندانیان جمهوری اسلامی، چی بسیاری از زندانیایی که داخل روابط و مناسبات مجاهدین بودن، مثل آقای سبحانی 10 سال اینا، تحت فشارهای خیلی زیاد و وحشتناکی که قرار گرفتن، خواستن از به اصطلاح بین مرگ و زندگی، زندگی رو انتخاب کردن، اومدن یک چیزی نوشتن، اومدن بیرون. به هر حال اونا تو اون مقطع، تو اون شرایط، برای نجات خودشون ممکنه یه کاری کرده باشن. من خودم فکر میکنم که آقای مسعود رجوی به اصطلاح خطاها و به اصطلاح گناهان خیلی خیلی زیادی مرتکب شده که این اساساً نمیتونه گوشه کوچیکی از اون باشه. یعنی در پروسه به اصطلاح زندگی خودش، در پروسه فرماندهی خودش، عامل بسیاری از کشتارهای نافرجامی بوده که در عملیات فروغ جاویدان و بسیاری از عملیات کوری که مجاهدین انجام دادن توسط فرقه رجوی فرماندهی شدن، توسط آقای رجوی فرماندهی شدن، اونها بسیار بسیار مهمتر است از یک امضایی که در زندان زمانی تحت شلاق انجام گرفته باشه. بنابراین من خودم فکر میکنم که بهتره که تو پروسه مبارزین، تو پروسه کسانی که از زندان میان بیرون، به این مسئله خیلی توجه کنیم. خود رجوی از زندانیایی که از جمهوری اسلامی میومدن بیرون سوء استفاده خیلی زیادی میکرد، به این صورت که کسی که از زندان میومد به مجاهدین میپیوست در داخل عراق، بهش رجوی میگفت که خب تو پس اعدام نشدی دیگه، چرا اعدام نشدی؟ خب طرف میگه خب اعدام نشدم، یکی اعدام شدن، من اعدام نشدم، چی کار کردی؟ به کی خیانت کردی؟ چند نفر رو لو دادی؟ تیر خلاص به کی زدی؟ طرف رو طلبکار میکرد، بدهکار میکرد، تا جایی که باید بدهکاریشو به این صورت ثابت میکرد که چشم گوش بسته در اختیار روابط و مناسبات فرقه قرار میگرفت. بنابراین من توی نقطه خیلی حساسیت دارم، این مقداری که این امضاهای که انجام میشه، چی مال مسعود رجوی باشه، چی بچه های دیگه ای که تحت فشارهای مختلف مورد سوء استفاده قرار گرفتن، اینا گوشه خیلی کوچیکی ممکنه باشه از سابقه مبارزاتی یا انرژی که افراد مختلف میذارن. البته در رابطه با مسعود رجوی مسائل خیلی زیادی هست که منم بهش معتقد هستم، منتها تو این رابطه مشخص میخوام بگم که باید ما به زندانیایی که از زندان میان بیرون،
به نوعی حتی تواب بودن یا نبودن یا چیزی نوشتن یا چیزی ننوشتن. اینا همه بچه های این مملکتن، بچه های پرشور این مملکتن که باید بذاریم رو سرمون، ازشون حمایت بکنیم و اینا رو خلاصه نذاریم که منزوی بشن تو جامعه. اینا زمانی برای آزادی و عدالت اجتماعی این مردم جنگیدن، درست یا غلط بماند، ولی اون چیزی که هستش آدمایی هستن که احساس دارن میتونن مثمر ثمر باشن. تعدادشون از بین رفتن، تعدادشون موندن. اگه اون تعدادی که موندن با این مسئله که فقط بگیم که آقا شما مثلا توبه کردین یا امضا کردین اینو، اینا به این صورت ما گروه زیادی از مردم کشورمون رو، از جوانان پرشور و فتور کشورمون رو از صحنه مبارزاتی حتی خارجش کردیم. البته میگم این موضوع میبخشید که سوال جواب مستقیم به شما نیست، ولی فقط میخواستم بگم که امضا کردن در داخل زندان چی در جمهوری اسلامی، چی در زمان شاه و چه در روابط مجاهدین و مناسبات مجاهدین هیچ گونه اعتباری به نظر من نداره. باید این امضا در شرایط عادی باشه، در شرایط معمول اجتماع باشه تا افراد بتونن آزادانه تصمیم بگیرن امضا بکنن. و یکی توان 10 ضرب شلاق رو نداره، یکی توان 100 ضرب شلاق رو داره، ولی هر دوتا انسانی هستن که باید به لحاظ حقوق بشری ازشون در این رابطه کمک بشه. امیدوارم که پاسخی دوست عزیزم رو داده باشم و میبخشید که اطلاعات کافی در این رابطه مشخص ندارم، بنابراین به نوع دیگری به اصطلاح به صورت عمومی تری این سوال رو پاسخ دادم. بسیار ممنونم از شما. شما امروز یک تنه صحبت کردید، هر وقت خسته شدید بگید که ما فیلمی هم هست حدود 5 دقیقه از آقای امیر موثقی، اون رو هم میتونیم نشون بدیم، ولی هنوز 10 دقیقه وقت داریم و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. خواهش میکنم. من در رابطه با آینده مجاهدین میخواستم بگم که خیلی کوتاه باید بگم که متاسفانه مجاهدین از اهداف اولیه خودشون فاصله خیلی زیادی گرفتن و اونها هستن که در اصل اگر بخوایم حساب بکنیم آقای رجوی است که خیانت کرده به آمال و آرزوهای مجاهدین اولیه، چی درست چی غلطش توی کادر مشخصی. همون زمان هم وقتی که یک نفر میخواست وارد روابط و مناسبات بشه به لحاظ احساسی وارد میشد، تمام سازمانهای سیاسی اپوزیسیون خارج کشور همه دارای یک مرامنامه یک اساسنامه هستن که اونا باید خونده بشه بعد وارد حزب و سازمان میشه، ولی فقط در درون مجاهدین هستش که هیچ مرامنامه اساسنامه‌ای وجود نداره و وقتی که وارد مناسبات میشی باید رهبری ایدئولوژیک آقای رجوی رو کامل و تمام عیار بپذیری و همون نسبتی که در این ایدئولوژی حل میشی به رهبری نزدیکتر میشی و مورد اعتماد ایشون قرار میگیری. میخواستم بگم که این روابط و مناسبات فرقه‌ای که ایشون به وجود آوردن باعث شده که بسیاری از نیروهای داخل و داخل مناسبات باز هم محدودتر بشن و مردم ازشون فاصله گرفتن متاسفانه. و این اصلاً برای من خوشایند نیست که من احساس کنم تعداد زیادی از کسانی که با شور و فتور با احساس وارد این مناسبات هستن به این صورت ایزوله بشن و آسیب‌های روحی روانی اینا رو از بین ببره، چون اینا از روابط مناسبات هم که بیان بیرون دیگه بعد از 30 سال خیلی براشون مشکل است که بتونن مناسبات جامعه رو درک بکنن و این مناسبات رو بپذیرن. من اصلا موافق نیستم که بگم ولی آقای رجوی باید وحشت از اشکای واقعی مردم داشته باشه، اشکای واقعی خانواده هایی که به نوعی بچه هاشون در این مناسبات هستن باید داشته باشه، چون مسئول هستن که هر چی زودتر با تمام توان بچه هایی که در درون لیبرتی هستن اونا رو بیان بیرون. دخترهای نیجریه نجاتشون خیلی خوبه که شما بتونین اول بچه های خودتون رو نجات بدین. ارتش آزادی بخش سوریه که داره با بشار اسد می جنگه، این روابط و مناسبات، این به اصطلاح روابط پیچیده سیاسی
واقعا بازی های سیاسی است در کنار ارتش آزادی بخش سوریه که داره با بشار اسد می جنگه. شما نیروهای طالبان، القاعده و بسیاری از نیروهای دیگر افراطی به اصطلاح سنی وهابی رو می بینین که با کشتن نیروهای بشار اسد جگرشون هم در میارن، گاز میزنن. یعنی واقعا این هست ارتش آزادی بخشی که شما نویدش میدادین. اگه این نمونش هست، پس ارتش آزادی بخشی که بخواد ایران رو نجات بده باید همینجور باشه. این چیز بسیار وحشتناکی هست که ما باید ازش واقعا فاصله بگیریم. امیدوارم که هرچی زودتر فرماندهان مجاهدین به خودشون بیان و بچه‌ای رو که در لیبرتی هستن نجاتشون بدن و نذارن که اینها هم به تدریج از بین برن، چی به لحاظ روحی و جسمی، تا بتونن در جامعه به اصطلاح راه خودشون رو پیدا کنن و به خانواده هاشون بپیوندن. با تشکر از شما آقای جوانی، من از شما بسیار ممنونم. برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم. امیدوارم باز هم به زودی شما رو در برنامه داشته باشیم. مرسی که با ما و بینندگان بودید. موفق باشید. به امید دیدار. به امید دیدار شما. مرسی، ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، با آقای مسعود جابانی بودیم از هلند. اجازه بدید یک فیلم کوتاهی رو هم ببینیم و به این صورت برنامه رو به پایان برسونیم. این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه در صفحه بایگانی بسیار مرتب کانون آوا، ava.association.com و صفحه بایگانی یا آرشیو تلویزیون مردم هم گذاشته میشه. شما میتونید هر ساعتی از شبان روز که میخواین تماشا کنید. ضمناً این برنامه ها تا جمعه آینده هر روز از تلویزیون مردم بازپخش میشه که اون رو هم میتونید ببینید. باز خبر خوبی داریم که از دیروز تلویزیون مردم رو حتی میتونید از طریق تلفن های محل کار، منازل و تلفن های همراه هم بگیرید و دیگه هیچ عذر و بهانه ای برای اینکه اینترنت هم قطع بود یا اینترنت وصل نبود یا نبودم و اینها نیست. همه جا میتونید از طریق تلفن تلویزیون مردم رو بشنوید. شماره تلفن هست 231-460-1177. ولی اگر میخواین تماس بگیرید و پرسشی رو بپرسید یا نظرتون رو مطرح کنید، شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید این هست. اجازه بدید من براتون بذارم اینجا و با هم ببینید. 703-957-6150 و ایمیل هست info@mardomtv.com. و باز هم خبر خوب این که برنامه‌های تلویزیون مردم از IRIP TV هم پخش میشه، اونجا هم میتونید ببینید. برای کسایی که از سرویس های اندروید استفاده میکنن و ممکنه با ویندوز و پلیر ویندوز مشکل داشته باشن، اونجا فلش پلیر هست. اگه این چیزایی که من میگم شما اصلا متوجه نمیشید، اصلا اشکالی نداره. اینو برای اونایی میگم که سیستمشون یه جوری هست و خودشون هم میدونن. با هم این فیلم رو ببینیم و به این وسیله از شما خداحافظی میکنم و به دنباله برنامه ها هم توجه کنید. به دیگر دوستان هم تلویزیون مردم، کانون آوا رو معرفی کنید. باز هم ممنونم از آقای مسعود جابانی که امروز مهمان برنامه ما بودن از کانون آوا. مرسی. من میبینم که شما اینجا در مرکز شهر کل اعلامیه پخش میکنین. شما کی هستید و منظورتون، اهدافتون از این عمل چی هست؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. این جانب سید امیر موثقی، یکی از اعضای جدا شده از فرقه تروریستی رجوی هستم که به مدت 10 سال در کشور آلمان زندگی میکنم. الان اعلامیه‌ای که دست من می‌بینید، این یک اعلامیه‌ای که چاپ شده برای نجات جان اسرای که در زندان لیبرتی در عراق هستند.
در روزهای گذشته با توجه به اینکه تعدادی از نیروها از عراق خارج شدند و به کشورهای مختلف از جمله آلمان پناه آوردن، ما به این نتیجه رسیدیم که بیایم در مرکز شهر کل تعدادی اطلاعیه پخش کنیم در میان شهروندان آلمانی و افکار عمومی رو برای نجات این دسته از انسان‌ها که در فرقه تروریستی رجوی اسارت گرفته شدن اقدامی کرده باشیم. در همین زمینه ما تلاش میکنیم که افکار عمومی مردم کشور آلمان رو سمت و سو بدیم برای نجات و کمک به این انسان ها که در کمپ لیبرتی به اسارت گرفته شده. من خودم الان مدت زیادی که در آلمان هستم خیلی راحت زندگی میکنم بدون هیچ گونه مشکلی. از همین شهروندان آلمانی بسیار بسیار کمک گرفتم و زندگی ما دارم میگذرونم نه و هیچ مشکلی هم ندارم. امیدوارم که روزی برسه که این نیروهایی که در اسارت فرقه تروریستی رجوی هستن پاشون به دنیای آزاد برسه و بیان زندگی عادی خودشون رو شروع کنن و دیگه نیازی نباشه که زیر بمب و موشک و خونخاره تیکه تیکه بشن یا روی تخته چوبی دراز بکشن و اعتصاب غذا بکنن به خاطر اینکه رجوی و خانم رجوی در اروپا و جاهای دیگه خوشگذرانی کنن. آقای موثقی، فکر می‌کنید چه مانعی وجود داره که افراد لیبرتی نمیتونن از عراق خارج بشن؟ اولین مانعی که وجود داره حصار ذهنی خود افراده که این اجازه رو بهشون نمیده که برای خودشون تصمیم بگیرن و از فرقه تروریستی رجوی جدا بشن. باید خودشون اقدام کنن، حرکت انجام بدن، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخوان که اینا رو هرچی زودتر از لیبرتی خارج کنن. دومین مانعی که بسیار جدی و اساسی هستش کارشکنی های خود فرقه تروریستی رجوی هستش که مانع از خروج تک تک نیروها از عراق میشه. فرقه تروریستی رجوی نمیخواد که هیچ کدوم از نیروها از عراق خارج بشن و اونجا بمونن، کشته بشن و صدای اونها به افکار عمومی و دنیای آزاد نرسه. بعد درون فرقه تروریستی رجوی گفته ها بیرون درز نکنه.